مگل یه یوتیوبر تئوری که تو این دوتا ویدیو در موردش صحبت کردیم حالا تو استوریاش نه تنها به من فرش داده بلکه به همه مردای ایرانی هم فرش داده در کنارش داره تمام تلاشش رو میکنه که ویدیوهایی که در موردش درست کردم و دونه دونه حذف کنه از یوتیوب به زور از استوریاش شروع میکنیم من قبلا بارها تو مصاحبه ها ازم پرسیدن فمینیستی یعنی چی؟ کدوم انی با این مصاحبه کرد و خیلی با حساسیت سعی میکردم که ارزش آقایون رو بهشون نشون بدم و بگم که بار منفی رو اونا نمیخوام باشه آفرین خسته نباشی تو یک انسان عادی <applause> ما برای اینکه خیلی عادی گفتی من نمیخواستم به یکی دیگه بی احترامی اونجوری بکنم بعد ما الان باید به جایزه بدیم الان بعد از سه چهار سال تو مارکت ایران بودن روبرو شدن با هزاران مرد ایرانی که هر روز منو هرس بولی شوالایز میکنن هرس یعنی اذیت شدن بولی یعنی مسخره کردن سکشوالایز یعنی به صورت جنسی بهش نگاه کرد میخوام از همین تیریبون اعلام کنم که همه عرف ما پس میگیرم تیریبون کجا بود؟ مدگل جان احساس میکنی که قهرمان این دنیایی تیریبون که تو استوریا فقط باید با شما حیوانات وحشی نر یک فمینیست رادیکال بود الان به همه کسایی که مزکرن مردن گفت حیوان وحشی بابای تو هم الان از دیدگاه این حیوان وحشی پدر بزرگ تو هم دقیقا از دیدگاه مدگل یک حیوان وحشیه پدر 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 و دودول تک تکتون تک کاش بیفته چون جنبه داشتنش نداری این که صداش میکنه دودول برا من خیلی جالبه مدگل جان شاید دورووریای های تو هم که دودول دارن بقیه و این که میگه کاش بیفتم مثل اینه که آی حاجی فکر کنم دودولم تو تاکسی افتاده همونجور که جنبه احترام نداری من نمیدونم دودول چرا به احترام داره ولی محترمه قطعاً. یک درصد کمی استثناء هست روز همه بانوان و اون درصد کم خوش این استوری رو فکر کنم روز زن اینا گذاشته بوده اون مردایی که از نظرش مورد تاییدنم بهشون روز زن و تبریک گفته <laughs> هر وقت میلیون ها مرد اومدن به مامان یا خواهرت خودت گفتن یک پیدا کردیم دختر شبیهته پخشش کردیم گفتیم به همه خودتی هر شب دیدیم به بقیه فروختیم باهاشم هر شب زدیم دمت گرم حال داد اون موقع میتونی صحبت کنی مدگر جان نمیتونی هم ناراحت باشی از اون ویدیویی که تو اینترنت هست و هم بگی که ببین من چیم که 7 میلیون تا تو, تو نخواستیم ببینین پولش رو بذاری تو جیبت ویوش رو بخوری بعدش بیای بگی کارتون خیلی بد بود من نمیتونم بگم من نکنین مسخره نکنی من بقیه رو مسخره میکنم تکرار میکنم چرا این هم دارم باش مصاحبه میکنن چرا نمیفهمه بابا استوریه تو این از 24 ساعت بعد میره تکرار میکنم <applause> یه موقع شیوان هستید که جنبه دول داشتن نداری اگه ما جنبه دول داشتن نداریم تو جنبه دول داشتن داری فقط یک مثال بین کلی تا رفتار روزانه از طرف نر ایرانیه که من تجربه کردم ماده ایرانی هم که اصلا رفتار بدی نداره فرشته الهی هم. و همه زنهای ایرانی به شکل خود شون تجربه میکنن درسته همه مردهای ایرانی هم به شکل خودشون تجربه میکنن پس دیگه تو مصاحبه دنبال والیدیشن از یک زن برای پر کردن ایگو نباشید بعد خالی کرد نه پر لبریز شده منظورش اینه که تو مصاحبه دیگه نگاه نکنین من بگم که شما مردا خوبی مثلا ما نمیخوایم حقتون رو بگیریم و فکر نمیکنم هیچ مرد ایرانی هم تو مصاحبه های تو دنبال همچین چیزی باشه تا نمیگه بریم مدگل نگاه کنیم احساس مردونه زندگی بکنی نمیدونم چرا احساس میکنی انقدر مهمی <تصفيق> یوتیوبری <applause> یکی اومده براش پایین فرستاده گفته آره اونا به ما احترام نمیذارن ما حرف میزنیم اونجوریه اینم جواب داده <applause> شستجو مغزی شدیم چون مرسالر تو خونمونه چون هممون تک تکمون تو زمیر ناخداگاهمون ثبت شده قوانین سنزدیزی ببین که زنزدیزی تو ایران هست بحثی نیسته ولی اینکه مدگل هیچ تأثیر روی این موضوع نداره اونم توش بحثی نیست اونا حق دارن هرچی به ما بگن اما ما خودمون هم بخوام دفاع کنیم اول باید کلی از مرده در بیاره این شده نرم این شده نرم موضوع فمینیست برابری دیگه میگه زن و مرد با هم برابر باشه نمیگیم قدرت زن بالا میگیم برابری زن و مرد پس طبیعیه وقتی در مورد فمینیسم صحبت میکنیم باید در مورد مردم صحبت بکنیم یکی از فالووراش بهش پیام داده که مرده من به عنوان یک مرد ازت معذرت میخوام با اینکه فکر نمیکنم نسل دهه 80 بیان این کارا رو بکنن شاید دههای پایینتر صحبت میکنی کل کسایی که مدگل نگاه میکنن هشتاد نود نهایتا هفتاده من فکر نمیکنم کسی که سی و تا 40 سالش باشه مدگل نگاه بکنه ولی به با هر حال اشتباه اشتباه چه دهه نود باشه چه پنجا من خیلی وقتا این رفتار خودمون رو می بینم. رفتار مردممون که خودمون جزو بشم فهم کنم حقمونه یه چیز بدی ما هر روز خودمون رو دیگران اذیت میکنیم ملتی که خودشون اذیت میکنن چرا باید فلانی اذیتشون نکنه اصلا میدونی مدگل داره در مورد چی صحبت میکنه که رفتی ازش عذرخواهی کردی بعد از طرف ما هم عذرخواهی کردی مدگلم هم بالاست نمیشه فرق به یک مرد با شعور این همون مردایی که روز زن رو بهشون تبریک میگه <تصحیح> یکی پیام داده با این مدل کارا متاسفانه معروف تر نمیشه فقط بیشتر هر روز هیت میشی با یک کوتاه فکر فکر دول ریز معیار دستبندی مرد ها براش دولشونه تا همه چی براتون فقط و پول و شهرته مدگل. من دوست دارم این حرف شعاری قشنگ رو ازت قبول بکنم ولی تو استوره ای توی هر بخش از اینا دنبال کردن هر بخش ایناست پول و شهرت یا به عبارت دیگر کمبوت هاتون که فشاری میشید میبینید یک دختر داره ما این همه دختر موفق داریم چرا باید به اینجوری نگاه بکنید که مدگل فقط دختریه که داره هیچ کس دیگه نداره در چارچوب تنگ خودتون میکشیدش پایین که حس خوبی به خودتون بگیرید چه جوری تو رو کشیدم پایین من اینو نمیفهمم مثلا بازی اومده پایین پول کمتر تو حسابته چه جوری همچین چیزی ممکنه اصلا شما مساوی موفقیت اگه هیت از مساوی موفقیت بود انقدر گریه نمیکردی تو استوری یکی براش پیام داده گفته چرت پرت میگی جوابم بده اینجور چیزا استوری گذاشته گفته الان بچه ها جواب تو میدن نگران نباش و آیدیشو میذاره مستقیم طرف پیامشو پاک میکنه و اینم شاخوشونه بازی و بولی هرس و اینجور چیزا برا من خیلی جالبه مدگل تو اول استوری از این میناله که میگه منو مسخره میکنین منو بولی میکنین بعد وسطای استوری که میرسیم خودش داره بقیه رو بولی میکنه. تو نمیتونی بگی که من بولی میکنین بولی کردن تیم کار بعدیه کار زشتیه بعد وسطاش که میرسه دهن اینو بگن دهن اینو باید جر بدین همه جرش بدین ناموسش لال نیستم دهن باز کنم از همه تون زبونم تونتر و دردناکتره دهن باز کنی واقعا زیاد میخندیم خواستم انسان باشم به آدم ها کمک کنم به جای اینکه دلشون رو بشکنم مثلا تو ویدیوهای تئوری که میذاری چه کمکی کردی به انسان ها عشق و پرورش بدم به جا نفرت رو بگذرم و ببخشم اما خودتون رو گم کردی فیلم کنم مثلا اون کاراکتر اصلی فیلم ها هست تو دنیای واقعی مدگله خودتون گم کردی.

معلومه که کم فعالیتن تمام ذوق و شوق و عشقم به مردم و کارم کشته شده چون بهت گفتیم ویدیو ها بده تک تک کسایی که دونسته قلب میشکنین کارما ما رو سرویس میکنه من نمیتونم کاری کنم این استوری هم میذارم تاثیر نمیذاره پس کارما ما به نظرم دهنتونو سرویس میکنه میدونی اون حرف زدش دل طرف میشکنه و باز میگی اینکه یک حرف دل کیو میشکنه یا نمیشکنه مهم نیست اینکه یک حرف درسته یا غلطه مهمه اگه تو زندگی نشستی یک روز گفتی چرا من چرا این بدبختی سر من اومد این حرف من یادت باشه <applause> بابا مرد به خاطر مدگل بود هنچی ما مدگل بابا منو رو دوست به خاطر مدگل پسرهای کوچک و جوونی که میبینن استوریای منو عزیز من بدون این حمله من روی تو به شخص نیست نسل شما میتونه خیلی از اشتباهات قبر رو نکنه و بهتر بشه من نمیخوام دل شما بشکنه و فکر کنید من از شما بدم میاد ولی دولتونو رو بکنید <applause> درصد زیادی از مردها بد ریدن تو این دنیا زن ها هم که هیچ و شما اگر مسئولیت پذیر و عادل باشید میتونید دنیا رو جای بهتری بکنید من عاشق این دیدگاه فمینیستم که میگه حالا دیدگاه فمینیست نیست شاید دیدگاه مدگل میگه تو درستش کن خب باشه تو چیکار میکنی تو درستش کن تو هیچ مقصری نیستی تو این تو درستش کن یه آمار هم گذاشته گفته تقریبا 99 درصد متجاوزان مرد هستن این آمار مشکلی که داره از نظر ساختاری تحقیق روش وجود داره اینه که من اگه 15 سالم باشه برم پلیس بگم معلم من که خانومه منو مورد آزار جنسی قرار داده به میخندن نه تنها تو ایران حتی تو آمریکا که آزادی فکری وجود داره خیلی از مردا همون تجارب آزار جنسی رو دارن همون احساس‌ها رو دارن هر روز از خودشون بعدشون میاد ولی نمیتونن اینو بگن قبول نداره جامعه که من مرد میتونم مورد آزار جنسی قرار بگیرم مردا خیلی کم 아산 میرن اینو گزارش میدن و این به این کسایی که گزارش دادن یه تحقیقاتی وجود داره توی زندان انجام شده چون زندان یک فضای بسته داره مدیریت کردنش تعداد آمار گرفتن و اینا دقیق تره توش همیشه زنها کسایی که تو زندان بودن و مرد بودن رو بیشتر مورد آزار جنسی قرار دادن من نمیگم این آمار غلطه ولی میگم گمراه کنند است کاملا حالا میرسیم به استوری که در مورد من گذاشته گفته تو فیس هم که مامانت به توجه نکرده درست که بهت محل نمیذارن جالبیش برا من اینه خود مدگل آدما رو با قیافه قضاوت میکنه با اینکه مثلا دورش چقدر دختره قضاوت میکنه ولی پسرا که سنشون هم کمتره یا اصلا سنشون هم بیشتره خود مدگل رو به خاطر مثلا چه میدونم چهره ای که داره جنسی قضاوتش میکنن مدگل ناراحت میشه ولی مدگل خودش خیلی راحت به من میگه فیل. ف... و تفاوتش اینه من اوکی با اینکه اصلا من فیسم کسی که منو نگاه میکنه به خاطر اینجا عجیبه میدونم نمیتونی اینو درک بکنی که خاطر صورت هم نیسته و من اوکی ام با این چیزایی که میگی اگه باشم نمیخوام بگم چون من زندگی این پرایوته تنهایی شبا دست راست درد گرفتی فهمیدی نر عقده مثل خودت زیاده دخترها و گیه ها رو مسخره میکنی برای من فرقی نداره تو دختری یا گی کارت برا من موضوعه و فهمیدی اسم مدگل و قیافه میا و کلا ان دختر رو خوردن برات ویو میاره میا که میگه در مورد این تامنیل صحبت میکنه قشنگیش اینجا نصف دیگه تامنیل پوتکه یعنی همه یه کسایی که روی این ویدیو کلیک کردن به خاطر میا بوده پوتکیش تاثیر نداشته یه چیزی که این استوریا به من میرسونه اینه که خیلی جالبه چون دارید یک دید عمیقی نسبت به مدگل میبینی خام نقش بازی نمیکنه مدگل خودش هم با این حرف قبول داره که کسایی که دخترن و مثلا رو تامنیل عکس دختر میذارن بازدید بیشتری میگیرن ویو بیشتری میگیرن پس اگه اینو مدگل قبول داره مدگل قطعا قبول داره که اگر مدگل یک پسری بود که زشت بود احتمال اینکه این, این موفقیت هایی که تا الان داشته رو داشته باشه خیلی کمتر میشد و اینا رو از درونش لو میده دعا کن نگیریم روت دست جمعی بنده از فنویس مدگل چیزی نمیترسم بگیرین روی من من خوشحال میشم مثلا بگیرین روی من فن بیس مرگ دخترای 13 14 ساله است و مشکلی نداره باشینا ولی ترسناک نیستین و این استوری رو پاک میکنه بعدن دلیلش چیه نمیدونم ولی خنده داره برام که فشار روانی چقدر روی زیاد بوده در کنار اینا این موضوع میگذره من اصلا در مورد این استوری نمیخواستم ویدیو درست بکنم ولی ویدیوی من کپی رایت میخوره یعنی ویدیوی منو شما اگه برین سرچ بکنین دیگه نمیتونین ببینین چون گفته این فلان این بهمانه تلاش کرده که ویدیو منو پاک بکنه ویدیو من طبق قوانین یوتیوبه بهش میگن fair یوز تو هر چقدر هم دوست داری سعی کن ببندی سایلنت هم بکنی و مدگل عزیز من نه تنها ویدیو در مورد تو میسازم بلکه مادرت